مطالبی دارن و هر شیک و پیک و در حال اومدن روی صحنه و چهره شون رو داریم میبینیم. امیدواریم که در حال خوب و خوش باشن همیشه و ما هم واقعا یار صمیمی و دوست داشتنی رو همیشه در کنار خودمون داریم. درودی بر شما آقای سیاوش عبستان. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی. درود دارم به برادرم امیر شجره، کارگردان برنامه شهرتی و همه بینندگان مهربانی که هر کجا نشستند و ما رو میبینم. استاد سیروس شرفشاهی امشب جشن صده است. فرمانی کام جشن صده رو به شما و همه مهربانیارانی که ما رو میبینند در سراسر جهان شاد باش. پیام این جشن بزرگی که در ایران هم داره برگزار میشه با مهر نسل آریایی و در کشورهای دیگه به ویژه تاجیکستان خیلی پرسر و صدا برگزار شد. نکته دیگه ای که امروز یاد روز و جشن زایش رفیقم برادرم محبوب همه دلهای ایرانیان استاد اکبر گلپایگانی است. هر سال این روز من با ایشون دقایق صحبت میکردیم و گاهی وقتا دو سه ساعت اختلاف داریم، دو ساعت و نیم با ایران. اگه دیر من زنگ میزدم، بعضی سالا بود که ایشون زنگ میزد. برای جاش خیلی خالی استاد اکبر گلپایگانی امروز جشن زایشش هست. دیدم دوستان بسیاری این روز رو شادباش گفتن به روان پاک اکبر گلپایگانی، خصوصا خانم همیرای عزیزم. استاد گلپایگانی خیلی برای ایشون احترام و ارزش قائل بود. عکس بسیار قشنگ و زیبایی که تاکنونی که سینا دیده رو منتشر کرده بودن از منیرهای عزیزم سپاس بودن. ما آشوا مهربانیار هستم استاد سیروس. بله آقای گلپایگانی گفتن آقا من مسلمون نیستم و هیچ که فکر نکنه که من یه فرد اسلامی یا مسلمونم. من دهها در این رشته ها و شیوه ها نیستم. بعد این که آدم بتونه تو اون مملکت بگه من مسلمون نیستم، یعنی یه چیز کثافتی رو من دورم ازش. خب این خیلی باید آدم صاحب قدرت بشه دونم توی میانه اون همه آخوندهایی که نهار در زندگی مردم رو فلاکت کشوندن. بله استاد سیوس شرفشاهی، ایشون بارها این رو گفته بودن و که مسلمان نیستن و وصیت کرده بودن که در ظهیر و دوره گورستانی که اکثر زرتشتی ها در اونجا دفن هستن و ما پنهان اون رو یک گورستان و آرامستان زرتشتی ها میدونیم، ظهیر و دوره رو. ایشون وصیت کرده بود که اونجا دفن بشه. شوربختانی به وصیت ایشون هم عمل نکردن و به هر حال جاش خیلی خالی است. یادتون هست که تو همین برنامه شما دو ماه پیش از این که ایشون رو ببرن بیمارستان جانش رو بگیرن و بی جان بفرستنش به خونه، من به شما عرض کردم که چنین توطئه‌ای هست که میخوام در نزدیکی های تولدش گلپار از میان ببرن و بردن. این نظام پلید اسلامی که 14 قرن اومده استاد شرفشاهی، و همینطور که شما همیشه تأکید میکنید از جمله معدود برنامه سازان و نویسندگان و روزنامه نگارانی هستید که رو مرتب تأکید میکنید که این مردم هپروتی ملت ایران اصلی ترین عوامل شکست ها و قتل ها و کشتار های مردم ایران هستند. خود مردم یعنی همینه که ساکت هستند. استاد سیروس شرفشاهی شما در نظر بگیرید 120 هزار نفر رو اینا از سال 57 تا سال 67 کشتن، یعنی در عرض 10 سال 120 هزار نفر رو اعدام کردن، یعنی کشتن بدون اینکه در جنگ ها با عراق و جای دیگه و کردستان و اینا رو بکشن. اعدام کردن 120 هزار نفر. 120 هزار نفر خانواده های اون شهدا میشن چند میلیون نفر. کجایید شما زر میزنید استاد سیروس شرفشاهی؟ توی سالهای اخیر اعدام ها کشتار ها بی نهایت بوده. هر روز تبارنامه خونین این قبیله کجاست که بر کرانه شهیدان دیگر بیفزاید؟ هر روز میکشن. ملت غیرت نداره دیگه، تموم شد استاد شرفشاهی. واقعا
داره ایران هم از دست میره و الان با این پروازهایی که در خلیج فارس هست و پروازهای امریکا و انگلیس هواپیماهاشون در جولان هستن، یعنی بعدم اینا که نمیرن آخونده رو بزنن که، یعنی من بارها گفتم شما اینا که اگه میخوان این شر و فتنه بخوابه بایستی برن خود پایگاه های پنج جایگاه های خود نظام رو بزنن، اینا خواهند رفت پالایشگاه ایران رو، پلهای ایران رو، چیز اقتصادی ایران رو میزنن که ایران یک ویرانه بشه و بعد بیان دوباره خودشون بسازن، چون الان ساختن دست خودشون شوربختانه و این ملت ابله همونطور نشسته اونجا. و واقعا 14 قرن استاد، امشب استاد سیاسی شهرپشایی دو تا ویدیو داریم که به همین مسائل میپردازیم، یکیش مربوط میشه به آلن درون. آلن درون که هنرپیشه است که محبوب همه جهانیان هست و در زندگیش خیلی رنج و عذاب کشیده، با اینکه هنرمند پولساز محبوب بوده ولی در همین فرانسه که سرزمین خودش هست خیلی اذیتش کردن تا این سالها، خیلی اذیتش کردن که من الان نمیخوام اون بپردازم که چقدر رو عذاب دادن، که مثل عزیز نسیم که وقتی که من یک بار افتخار داشتم دعوتش کردم پاریس رو باهاش صحبت کردم، میگفت منو بیشتر از این که دیگران آزار بدن مردم خودم آزارم دادن، مثل ما مردم ایران که در صورت مردممون آزار دیدیم. آلن درون رو مردم آزارش دادن، ولی جدا از مردم فرزندش، دو تا پسر داره یه دختر، آزارش دادن و میدن پسر، البته چون دخترش خیلی چه هست اینا. این ویدیو رو میبینیم شرح کاملیست به آنچه به سر اکثر انسانهای مسن پولدار، چه ایران چه خارج از کشور، اومده و میاد. این یک نمونه است از آلن درون که اینو میبینیم و راهگشا میشه برای اینکه برنامه رو در خدمتتون دنبال کنیم. بهش گفتم، گفت آره این تنها یادگاریه که از ما تو دنیا میمونه که بگن تیپ آلن درونی. یادش بخیر، اون زمان ها مدت هاست ندیدمش من آلن درون رو، چون سخت بیمار است و امروز شوربختانه با خبر شدیم به خاطر درگیری هایی که فرزندانش دارن، خصوصا دوتا پسرش، چون آنوشکا دخترش دختر بسیار خوبیست و پدرش از صمیم دل دوست داره، صمیم قلب، ولی اون دوتا پسراش به دنبال ثروت و دارایش هستن و الان در جهان این همه جا مد شده که بچه ها دنبال ثروت پدر مادرشون هستن، حتی اینها رو میکشن. نمونه های زیادی رو من خودم شاهدش بودم و هر روزم شاهدش هستیم و الان هم که دیگه کشتن بالای 80 ساله ها دارن رسمی میکنن تو دنیا. شوربختانه به هر حال امروز در پی جنگ و درگیری هایی که این ایام بود در رابطه با آلن درون، ایشون زیر پوشش حفاظتی دادستانی فرانسه قرار گرفت و قرار هست که عرض کنم خدمتتون که دیگه از این پس یک خانمی، یک قاضی خانم مأمور شده که مراقبت بکنه از کادر پزشکی، انجام عملیات و تمام کارهای آلن درون زیر نظر این خانم انجام خواهد شد و نمیتونه چیزی بخره بفروشه و الی آخر. سه تا بچه‌اش اظهار رضایت و خرسندی کردن از این کار، ولی یکی از مسائل مهم این هست که حتی این خانم نظارت خواهد کرد که هیچ پزشکی که با یکی از این بچه‌ها نزدیکی داره، پزشک آلن درون نباشه، چون اینها در نظرم داشتن که بکشن آلن درون رو. اینجا میگن اتانازی، یعنی پایان بدن به زندگیش بچه هاش به خاطر پول. این آنتونی خصوصا از اون بچه هاییه که همیشه با آلن درون درگیری داشت، یعنی یکی از بچه هاییش هست که خیلی درگیری داشت. بارها اون قدیم یادمه که جوانتر بود میومد توی رادیو تلویزیون فحش میداد، پرخاش میکرد، توهین میکرد به پدرش و الان که آخر عمریه بود چسبیده بود که آخرش همه فهمیدن که به خاطر پول بود. آنتونی درون به توصیه میکنم
به فکر پول نباش. شوربختانه الان پول همه جای جهان رو گرفته و نمیشه کارش کرد. آلندولون برات تندرستی آرزو میکنیم. ایرانی هنوز تو رو دوست دارن، همچنان دوست دارن. بله استاد، 33 شهرشایی این خیلی استثنایی است که دادستان سرپرستی آلندولون رو به عهده گرفته، یعنی قیمومیت سخت نیست ولی محترمانه است. شوربختانه به خاطر همین پولپرستی پسراش و خود قصه ای داره. این قصه در جهان الان مطرح است، قصه پولپرستی. یعنی هر آنچه در جهان ما داریم میبینیم الان همه فقط برای پول هست و دلار. شما در نظر بگیرید هنری کیسینجر فوت کرد چند وقت پیش، ولی از قول اومدن حرفی رو رایج کردن که البته این حرف رو یک سفیر در ایران سال 60 به خود من گفت که بعد از اینکه هفت تیر این 150 تا از اینها رو کشتن در دفتر جمهوری اسلامی و به من میخواستم فرار کنم از ایران خارج بشم، اینا گفت که باش تو اینجا ما بریم بیرون تظاهرات رو بیم. از تظاهرات تو هرگش گفت این رژیم 20 سال دیگه میمونه. گفتم چطور؟ گفت مگه ندیدی اینا چند میلیون نفر آوردن تو خیابون؟ اینا که قاتلای شما بودن استاد شرفشای. 44 سال 42 سال پیش اینو گفت. گفت اینا که قاتلان شما بودن، قتل عام کردن شما رو، شما الان 150 تاشون زدن منفجر کردن رفته رو هوا. اینقدر مردم میرن اینا رو تشییع میکنن اینا میمونن. حالا میگفت میگن که کیسینجر در رابطه با تشییع خمینی این حرف زده، گفته این مردمی که اینقدر ابله هستن که شاهی که اونقدر به اینها خدمت کرد و اونطور از اون سرزمین گریزان کردن و حالا برای خمینی و تابوتش اینقدر چه میکنن، اینا شایسته این دارن. ولی میخوام بگم که خود همین کیسینجر استاد تیرز شهرشایی بانی و باعث اصلی همه اون که شما امروز در میبینی در جهان هست، حتی حمله به اسرائیل. چرا؟ چون یه تئوری و پروژه رو داد به عنوان کمربند سبز اسلامی، یعنی کمربند سبز اسلامی دور اتحاد جماهیر شوروی بزنند که شوروی سقوط بکنه، کرد. ولی این اسلام سیاسی رو، یعنی واژه رو من آفریدم، واژه اسلام سیاسی رو از سال 1979 من استفاده کردم، ولی اسلام سیاسی، سیاسی کردن اسلام رو هنری کیسینجر پروژهش بود که داده بود و عملی هم کرد که از افغانستان شروع کردن، ببرک کامل رو کشتن و درگیری با اونها و تا به امروز ما میبینیم که این جهان که داره اسلامی میشه همون جهان سرمایه داری و پروژه کیسینجر میخوادش. یعنی این پروژه کیسینجر که داره پیش میره. برای همینه که شما خواهید دید روز به روز جنگ ها بیشتر میشه و نفوذ اسلام در دنیا هم بیشتر میشه. مثلا همین حکومت طالبان در افغانستان، طالبان هیچ کس اینها رو، نه اینکه حکومت اصلا آدم حساب نمیکنه، ولی شما استاد جهرجایی ببینید قدرت به اینها میدن با توافق امضا میکنن قرارداد باشون میبیندن. چهار اصل داشت قرارداد رو، من به شما در هفته پیش اینجا عرض کردم اون چهار موادش رو و غیره، ولی بعد همه یکی دو سال آقا ما اینا رو به رسمیت نمیشناسیم اینا، تا اینکه امروز طالبان اعلام کردن که 17 کشور اینها رو به رسمیت شناخته و در 17 کشور سفارت رسمی وا کردن، در کشورهای دیگه سفارت غیر رسمی. شما ببینید عکسی که میبینید این سفیر طالبان هست در چین، قوی ترین کشور دنیا. الان چین از امریکا قوی تره، چون تمام ریش و سبیل امریکا دست کارخونه های چین هست. یعنی چین الان قوی ترین کشور در جهان هست. سیروس شرفشایی، چین این رو به رسمیت شناخته و این داره اون استوارنامه خودش رو، عکس جدید مال همین امروز، تقدیم داره میکنه به رئیس چین. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که خشونت اسلام تروریست، اسلام خشن در جهان رو به رشده، خصوصا که الان بریکس یعنی این قدرت دوم جهانی که میخواد در برابر دلار وایسه،
و نفوذ زیادی هم در کشورهای اروپایی و غربی و خود امریکا داره، الان روز به روز داره موفق‌تر میشه، داره جلوتر میره، پیش میره و ما هنوز تو خواب و هپروت هستیم و دنبال نخودسیاه داریم میگردیم، نمیدونیم چی به چیه. این جمهوری پدیده اسلامی استاد سیروس چرخشایی که 14 قرن ایرانی رو تو خونه خودش کنیز و غلام کرده و این بدبخت تا همین الان میگه سید و اولاد پیغمبر قربونش برم، یا مثلا چادر چاقچور که نشانه جهالت و صحراگردی است، جمهوری اسلامی میاد زن چادری رو برای ما رهبر انقلاب میکنه، تا چقدر ما عقب افتاده ذهنی هستیم. استاد سیروس چرخشایی، یه چیز دیگر من فردا توضیح بیشتر میدم ولی الان میشه بگم، شما ببینین مشتبه شرط بندی میکنه با نیروهای بالای خودش تو کشور، بخاطر همین چند تا پروژه که داشتن، بگیم مردم ما هر جور بخواییم میتونه برخصیم، من میتونم مردم رو کار کنم فردا همشون مثل سگ او او کنم، میخندن بهش، همین سران نظام جلسه که 4 ماه پیش داشته به قضیه میخندن. استاد سیروس چرخشایی، من نمیخواستم بگم ولی الان باید بگم در تایید فرمایشات شما که همیشه مینالید از این بیغیرتی مردم، شما ببینید اینها کاری کردن. من به صادق بوقی عزیزم براش احترام قائلم، اصلا صادق بوقی مأمور اطلاعات نیست، اون خودش یه کاری کرد، کاری که ایشون کرد، بعد رژیم موج سواری کرد، از آب گلالود ماهی گرفت. استاد چرخشایی، یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از خونتون نامهربون، این رو کیوان خونده 55 سال پیش، بعدش اندی خونده، هرگز تو این ترانه نداره که بعدی که میگه میرم از شهرتون نامهربون بگه او او او، این الان او اوش کردن و شرطی که مثل درست کاری که کردن خمینی رو نشوندنش تو ماه و بعد همه هم تو ماه دیدنش. یارو من میدیدم میگفت، یا میگم تو که دکتری، تو هم نمیگه دیدی؟ گفت فلانی به جانتون نمیدونم چی چون شده بود، خدا وکیلی منم یک ابا عمامه خمینی. گفتم نه تو ندیدی، تو داری دروغ میگی، چون تو سیدی، سید تشکیلاتی هستی، وظیفه داری بگی جدت اونجا دیدی. همچنان که ابراهیم گلستان که کمونیست بود، وقتی که ازش میپرسن که تو فلان فیلم چرا پشت سرت عکس خمینی رو گذاشتی، میگی بابا بزرگ منه. همین سید اولاد پیغمبرم بود که شاه رو انداخت، همین سید اولاد پیغمبرم بود که اومدن توبه نامه دادن به شاه بخونه و اون حرفای مزخرف رو بهش دادن، بنده خدا خون که بعد تا آخرش پشیمان بود. اینها تشکیلاتی استاد سیروس چرخشایی ما راست. البته من خودم سگ دارم، سگو خیلی دوست دارم، حیوان بسیار نازنینی است، گرگو حیوان بسیار نازنینی است، با شرمی است، ولی او او سگ دیگه همه میدونیم که حتی پادشاه هم گفت مه پشاملت نور و سگ او او کنم، او او کردن دیگه کار سگه. آقا شما رو کاری میکنن در مردم که میان همه تون مثل سگ او او میکنین، بعد هم میلیون ها دلار خرج این میکنن که جانیش بکنن. استاد سیروس چرخشایی، تمام شبکه ها و رسانه ها یه هنرپیشه های درجه که خارجی دارم اینا پول خرج کردن روز، ما خودمون رسانه و دار و تبلیغاتی و چه که هستیم، یکی من فلسفه خوندم، مدیریت خوندم، تاریخ خوندم، تبلیغات هم خوندم. استاد چرخشایی، هیچ چیزی بدون تبلیغ تو جهان رشد نمیکنه، هیچی تبلیغ میکنن روشش مثل سگم او میکنن. حالا میخوام بگم این جهالت رو شما ببینین در برابر این که فقط الان یک کشور هست که راست راستی میخواد رژیم ایران ساقط بشه، اونم اسرائیله، همه اینا دارن باش کار میکنن. حالا اسرائیل امروز یه کار قشنگی که فیلم بعدی که میخوام ببینیم استاد سیروس چرخشایی، البته این فیلمو خیلی وقتی که ببینن میگن بابا عجب این باز رفته اسرائیل به بیمارستان هم حمله کرده، که عجب چه کرده. نه آقا، اونور قضیه رو ببین، اونور قضیه رو ببین، اولا اینکه دشمن تو باید نابود کنی، دشمنت نه بخشیده بایستی بشه، اونی که تو رو کشته قاتله جنایتکاران نباید بخشیده بشن،
و نباید ما فراموش کنیم ما همه جنایتکاران آقا یک عفو عمومی حالا عفو عمومی آشتی ملی بشه همه ما کجا من بیام آشتی کنم با اینکه پدر منو کشته من از اون تیپ آدمایی نیستم که پدرم و ده ها و صد ها رفیقمو که اعدام کردن کشتن ازشون بگذرم استاد سیروس چرخی حالا این فیلم خیلی جالبه خیلی جالبه استاد چرخی توی بیمارستان این خانیونس اسرائیل ارتشش لباس عربی زنانه میپوشه چادر رو چارچوب میکنن و لباس های عربی به عنوان عرب وارد بیمارستان میشن سه تا تروریست حماس که اونجا بستری هستن میکشن من اون فیلم قسمتی که بید تو اتاق میرن اینا رو میکشن من براتون نداشتم ولی همین ببینین چجور وارد میشن تا این ملت هپروچی من که این میگه آره ببخشیم عفو عمومی میدیم بفهمه بعد وقت شما تا نه نیان اینجور انتقام خون تبارهای 14 قرنتون رو و همین امروزتون رو بگیرین همچنان بیچاره ای میبینیم استاد چرخ در شرایطی که ما ایرانی ها 14 قرن اشغالگران سادات تازی بنی هاشم رو در خونمون راه دادیم و کنیز و غلام و بردهشون هستیم تا همه الان شما ببینید اینه قومی که میتونه 6000 سال سربلنده بونه تو تاریخ یک گروه از سربازان اسرائیلی به یک بیمارستان در جنین حمله کردن با لباس اسلامی لباس زنانه و مردانه اسلامی پوشیدن روسری سرشون کردن وارد شدن و سه نفر از تروریست هایی رو که شناسایی کرده بودن به قتل رسوندن حالا شما برید هی نوه سینه بزنه واسه بنی هاشم اشغالگر در تو میهنتونه مردم سؤالك كيف كيف بدك؟ سنتين سؤال شو بدنا نعمل؟ راحت العلامات حالهم شو العلامة حالهم؟ يصون طبقات بحمايتهم عساكر اثنين خلي خليك زي ما انت شما ملاحظه می‌فرمایید که بدون اینکه ترسی خجالتی چیزی داشته باشه میره و اون کارو میکنه و بعد الان بنیامین نتانیاهو در برابر همه دنیا حتی این دادگاه هم که اینا تشکیل داد میگن آقا باید آتش بس کنی آقا بایستی شو حتی مردم خود اسرائیل این دموکراسی اسرائیل رو شما ببینید الان توی اسرائیل هر روز تظاهرات هست که از بنیامین نتانیاهو میخوان آقا جنگ نگه دار این گروگانه ما رو آزاد کنن این بچه ها رو آزاد کنن 136 نفر که هستن و فردا اسماعیل هنیه میره مصر مذاکره کنه در رابطه با آزادی تا الانم تمام موفقیتی رو باید بگیم خود تلویزیون اسرائیل میگه اخبار اسرائیل میگه ولی تمام پیروزی مذاکرات و اینها با جمهوری اسلامی بوده چون جمهوری اسلامی فرمانده یمن و حماس و فلان و فلان است به خاطر اینکه الان اینا شرط حماس گذاشته حماس شرط گذاشته که آقا ما اگه میخوایی 136 تا اسیر شما رو آزاد کنیم شما هم 13000 تا زندانی های ما رو میگه اصلا همه رو آزاد کنیم خیلی از عمرای ارتش و اینا رو من دیدم اسرائیلی ها میگن آقا ما حاضریم این کار رو بکنیم ولی بنیامین نتانیاهو میگه نه آقا ما اونایی که قتل انجام دادن زندانشون گرده اونا رو آزاد نمی کنیم حالا ما باید ببینیم که آخرش کی برنده میشه توی مذاکرات به خاطر اینکه استاد سیروس شرفشاهی قراره که در پاریس یک نشستی تشکیل بشه در نشست مونیخ اسرائیل رو راه ندادن در نشست مونیخ اسرائیل رو راه ندادن اسرائیل که خودش از پایه‌گذاران نشست مونیخ هست حالا و اینا نشستی میخوان تشکیل بدن و در این کنفرانس و نشستی که میخوان تشکیل بدن برای آزادی گروگان ها چون اول اصلا هدف بنیامین نتانیاهو هم این بود که همه گروگاناش هم کشته بشه گفته بود آقا ما کلی سربازان در کشتن حال صد خورده هم گروگان کشته بشن
ولی مردم اسرائیل دموکراسی تا این حد استاد چرخشایی چادر زدن شب و روز نمیخوان من تظاهرات 24 ساعتی دارن میکنن که آزادی گروگانهاشون براشون بسیار مهمه و اینو تأمینش دارن میکنن به بنیامین نتانیاهو. از اون در حالت بنیامین نتانیاهو در خطره، چون اگر جنگ متوقف بشه و این میره زندان بنیامین نتانیاهو. استاد چیرس شبشایی، در راستای همینی که من درس کردم، امروز کتایب عراق، کتایب حزب الله عراق اعلام کرد دیگه نمیزنه آمریکا رو، یعنی اون کشید کنار. حوثی ها هم من حالا جریانش فرق میکنه، و اما از اون طرف پروژه بعدی اسرائیل داره میره ترتیب بیروت رو بده. من همین چند ساعت پیش دیدم ده ها تانک آخرین مدلش رو اسرائیل داره میبره دم مرز خودش با لبنان. از اون طرف ایران توسط سوئیس و عمان پیغام داده به امریکا که اگر ما رو بزنی، خود ما رو بیای بزنی، ایران رو بیای بزنی، ما هم همه جا طور میزنیم. یعنی اگر ایران رو امریکا بره بزنه به تلافی این پایگاهشون در فلانجا، این همونی که دنیا میخواست، دنیای ضد ایرانی که ایران حمله همه جانبه. بنیامین نتانیاهو گفت که ما بیروت رو با خاک یکسان میکنیم. خب اگر با ایران هم درگیر بشن استاد چرخشایی، ایران هم با خاک یکسان میشه. و شرط آزادی گروگان ها رو تالا داره حماس میذاره. حماس هم کیه؟ جمهوری اسلامی ایران. اینها شوربختانه معادلاتی است که اگر اونطور که برنامه ریزی شده کمربند سبز کیسینجر و غیره به ایران برسه و ایران نیز مثل عراق و سوریه بزنن در بداغونش کنن، به جایی که بزنن 5 تا پایگاه خبرگان و رهبری و پارلمان اینا بزنن، فتح اینا خونده است، ولی اینا میرن پالایشگاه ایران رو میزنن، پلهای ایران رو میزنن، جای اقتصادی ایران رو میزنن، که ایران باز عقب افتاده تر و باز دنبال آب و نون بود و بدا سالها و قرنها. به خاطر چی؟ رهبران بی غیرت و مزدور تازه 1600 سال هستن. مردمی که نه از ترک و نه از چین و نه از نمیدونم هر کی بگین ویتنامی نمیآموزه، از دخترای خودش، از این دخترانتونی که روز به روز دارن میکشن، میکشن به خاطری که رو سرشو برمیداره، نمیرید دفاع کنید، از آب و خاک میخواید دفاع کنید. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستای عزیز، از شما تشکر میکنم. تا هفته آینده شب روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بینندگان عزیز، بینندگان